همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه من هست. بابک، این تقابل اسرائیل و سازمان ملل در هفته ها و ماه های گذشته به شکل های مختلف دیده میشه. مقامات و حتی مردم و رسانه های اسرائیل نسبت به این موضوع چه واکنشی داره؟ سوال بسیار خوبی هستش. به عنوان کسی که در اینجا زندگی میکنم و با افکار عمومی در اسرائیل کاملا آگاهی دارم و با اونها برخورد میکنم، بدون شک افکار عمومی در اسرائیل، مردم کوچه بازار اسرائیل به هیچ عنوان با آتش بس در حال حاضر موافقت نخواهند کرد و در نتیجه سیاست مداران اسرائیل هم نمیتونن برخلاف آنچه که مردمشون میخوان عمل بکنن. در نتیجه هیچ تأثیری آنچه که جوامع بین المللی برای آتش بس کامل، یعنی در واقع وقتی که حماس در غزه ماندگار بماند، به هیچ عنوان در اسرائیل وجود نخواهد داشت. این را در زمان آتش بس موقت هم که با تبادل گروگان‌ها بودش من گفتم که این امکان خیلی کم هستش که اسرائیل بخواد راضی بشه که حتی با ادامه آتش بس برای طولانی مدت موافقت بکنه. در حال حاضر خود سیاستمداران اسرائیل هم سه هدف را مشخص کردن: یکی نابود کردن توانایی‌های نظامی و حکومتی حماس، دوم آزادی گروگان‌ها، و سوم اینکه مرزهای اسرائیل دیگر تهدیدی در رابطه با غزه نداشته باشند. در حال حاضر اسرائیل به هیچ کدام از این سه هدف کاملا نرسیده و این جنگ تا وقتی که این اهداف به دست بیاد ادامه خواهد داشت. در حال حاضر صدها هزار نفر در مرزهای شمالی در اسرائیل و در مرزهای جنوبی در اسرائیل از خانه‌های خودشون آواره شدند و به جاهای دیگه پناه آوردن و این افراد به هیچ عنوان کامیار حاضر نیستند که به خانه‌های خودشون باز کردند اگر هنوز تهدیدی در این رابطه اسرائیل را تهدید میکنه. و آنچه که در شورای در سازمان ملل هم گفته بشه فکر نمیکنم آنچنان روی مردم و دولت اسرائیل تاثیر بذاره. ممنونم از تو همکارم بابک اسحاقی.